سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار درباره یه کشتیگیر کشورمون جناب آقای حسن یزدانی. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه و باز هم افتخاری دیگر برای کشور عزیزمون ایران، پیرو پیروزی پهلوانانه حسن یزدانی، قهرمان کشتی کشورمون در مقابل حریف آمریکایی دیوید تیلور، در این ویدیو به مختصری از بیوگرافی و زندگی نامه این کشتیگیر کشورمون پرداختیم. پس با ادامه ویدیو همراه ما باشید. حسن یزدانی متولد پنجم دی ماه سال 1373 در جویبار مازندرانه و از مدال‌آوران کشتی کشورمونه. فارغ التحصیل فوق دیپلم تربیت بدنی و دانشجوی لیسانس رشته مدیریت دولتیه. از کشاورزی در روستا به مرد اول کشتی آزاد ایران و جهان رسیده. حسن در روستای لپوصحرا در شهر جویبار مازندران متولد شد. پدر کشاورز و مادرش خانه داره. 4 برادر هستن که ایشون فرزند یکی مونده به آخره. رضا یزدانی کشتیگیر معروف به پلنگ جویبار هم از پسر عموهای پدرشونه. به صورت جدی کشتی را از سال 1384 وقتی 11 ساله بود از روستا زیر نظر امیر اسماعیل پور شروع کرد تا اینکه یک سال بعد در جویبار زیر نظر همت مسلمی ادامه داد. به گفته خودش با یکی از برادراش کشتی رو با هم شروع کردن، اما در بین راه برادرش به خاطر مسائلی کشتی رو رها کرد و حسن یزدانی ادامه داد. حسن اشاره میکنه که کشتی تو خونشون و خانوادگی به این رشته علاقه دارن. پدرشون هم در مسابقات محلی که برگزار میشده شرکت میکردن. یزدانی اولین بار سال 1390 به تیم ملی نوجوانان دعوت شد و چند ماه بعد در شهریور ماه همین سال تونست به مدال برنز قهرمانی نوجوانان آسیا در وزن 50 کیلوگرم برسه. او 19 روز بعد هم در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان به مدال نقره رسید. این کشتیگیر جوان در تابستان سال 1393 وقتی 20 ساله بود در وزن 66 کیلوگرم در مسابقات آزاد جوانان جهان در زاگرب کرواسی قهرمان جوانان جهان شد. وی پس از این مدال به رده سنی بزرگسالان تیم ملی اومد. اوج درخشش حسن یزدانی مسابقات المپیک ریو 2016 در 22 سالگی بود. او در حالی که در فینال بازی‌ها 6-0 عقب بود، تونست مسابقه را در ثانیه‌های پایانی به مساوی بکشه و به خاطر گرفتن آخرین امتیاز به مدال طلای المپیک دست یافت. این مدال برای کشتی ایران تاریخی بود، زیرا بعد از 16 سال در رشته آزاد و در وزن مثبت 74 کیلوگرم در المپیک طلا گرفتیم. در نهایت حسن یزدانی یک سال بعد از المپیک ریو از وزن مثبت 74 کیلوگرم به وزن مثبت 86 کیلوگرم اومد و در اولین مسابقات جهانی در پاریس 2017 تونست به مدال طلا برسه. با اینکه تا به حال چندین بار شایعه ازدواج این قهرمان کشتی پخش شده، اما خودش میخنده و میگه هنوز مجرده. او در رابطه با خصوصیات اخلاقیش اشاره میکنه به اینکه خیلی ساکت هستم و معمولا در مهمونی های خانوادگی کمتر شرکت میکنم. عاشق ورزش و تمرین هستم. درسم رو هم میخونم و سرم به کار خودم گرمه. خیلی کم فوتبال نگاه میکنم، حتی بازی های ملی رو، اما پرسپولیسی هستم. البته این طرفداری اسمیه و از کودکی علاقه زیادی به تماشای فوتبال نداشتم. حسن یزدانی در رابطه با کشتی و علاقه‌مندان به کشتی میگه کشتی مثل یه دنیا میمونه
و هر چقدر هم یاد بگیری باز چیزایی هست که باید دنبالشون بری و در خودت تقویتشون کنی. ولی مهمترین چیز تمرینه و تمرین. حسن یزدانی اصالتاً اهل چرات در سواد کوهه که در بسیاری از مسابقات بر روی دوبنده او لفظ یا علی درج شده. او در اسفند ماه سال 1395 خادم حرم امام رضا شد و طلای المپیک 2016 را به حرم امام رضا اهدا کرد. از افتخارات شخصی او میتونیم به این اشاره کنیم که وی در سال 1395 و 96 با آرای مردم به عنوان بهترین ورزشکار مرد سال ایران انتخاب شد. ایشون در سال 1399 با نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی از سوی طرفداران به عنوان محبوب ترین آزادکار جهانی انتخاب شد. لازم به ذکر حسن یزدانی در آخرین مسابقه ای که قبل از مسابقه دیشب با دیوید تیلور داشت در المپیک توکیو مغلوب دیوید تیلور شد و مقام دوم و مدال نقره را دریافت کرد. اما از جمله فعالیت‌های اجتماعی او میتونیم به این اشاره کنیم که در سال 96 بعد از زلزله استان کرمانشاه این کشتیگیر پر افتخار به همراه جمعی از کشتیگیران در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه حاضر شدند. او ضمن دیدار و همدردی کمک‌های غیرنقدی خود و جامعه کشتی رو به مردم زلزله زده اهدا کرد. حسن یزدانی در راستای مسئولیت اجتماعی خود 23 آبان ماه سال 1396 هم در جمع کودکان دارای سندروم دان حاضر شد و به صورت نمادین با اونا کشتی گرفت. بعد از حادثه پلاسکو و شهادت آتش نشان ها نیز در حاشیه ی رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی در مشهد با لباس آتش نشانی جایزه خود را دریافت کرد. با آرزوی موفقیت روزافزون برای این کشتیگیر کشورمون. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.